سلام، امروز میخواییم با همدیگه چند تا از تیترهای روزنامه ها در زمان پهلوی رو بخونیم، ببینیم وضعیت چطور بوده. فقط قبلش اینو بگم که چنین کلیپایی که درباره پهلوی منتشر میکنیم منظوری نیست که الان مثلا گرانی نداریم و همه چی بهشته، نه. اما از اونجایی که یه عده دارن تلاش میکنن که پهلوی ویران ساز رو مثل بهشت نشون بدن و در ذهن مردم یه رویایی بسازند از پهلوی که در حقیقت وجود نداشت، پس باید هم چنین حقایقی گفته بشه تا فریب و نیرنگ رسانه‌های بیگانه خونسا بشه. خب بریم سراغ تیتر روزنامه‌های پهلوی. 10,000 ایرانی با یک کلیه زندگی می‌کنند. فروش اجزا و اندام‌های بدن در بورس معاملات. 80% مردم ایران گرسنه و نیمه گرسنه هستند. قیمت زمین 2,000% اضافه شد. شهرستانی‌ها هم از خاموشی‌های برق می‌نالند. تعداد بی سوادها وحشتناک است. مشکلی به نام پیاز. 700% ترقی قیمتها در یک سال. اردکانی ها برای تهیه دارو باید 120 کیلومتر راه بروند. دارو گران، درمان گرانتر. امروز دانشگاه ها از گروه های سیاسی پاک می شود. بلوای خونین و حکومت نظامی در اصفهان. افزایش جمعیت کشور خطر کمبود گوشت را تشدید کرده است. هر بهبهانی روزی 1 گرم سهمیه گوشت دارد. گوشت در تهران بار دیگر کمیاب شد. گوشت مسئله روز است. گرانی ناگهانی مصالح ساختمانی. قیمت میوه از تولید کننده تا مصرف کننده 300% افزایش میابد. سال گذشته در تهران 3819 نفر قصد خودکشی کردند. اینا فقط برخی از تیترهای روزنامه‌های اون زمانه، اما بعضی از رسانه‌ها شب و روز جوری از پهلوی حرف می‌زنن که انگار بهشت بوده. یه عکس از شاه می‌ذارن و میگن به به پهلوی عجب چیزی بوده. دو تا عکس پیکان می‌ذارن بعد میگن وای ما چه اون زمان خوشبخت بودیم. خب همین الان هم میشه رفت دو تا عکس از ماشین‌های خارجی مدل بالا گرفت بعد منتشر کرد. زیرش هم بنویسیم که ما چقدر خوشبختیم، اقتصاد ما چقدر خوبه. واقعا این نوع مطالب خنده داره. امیدوارم که این برنامه واسهتون مفید بوده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بدرود.